محیط های ناامن کار هر روز قربانی می گیرند. آیا محیط کار به قتلگاه تبدیل شده است؟ در ایران بدون استثناء روزی نیست که تعدادی از کارگران قربانی محیط ناامن کار نشوند و خانواده هایشان را در غم و اندوه فرو نبرند. در همین روزهای اخیر بنا به گزارش خبرگزاری حکومت ایلنا در جریان دو حادثه جداگانه در تهران و زنجان دست کم سه کارگر کشته و زخمی شدند. طبق گزارشی دیگر در جریان وقوع دو حادثه جداگانه در کرجون تبریز و دمادش تهران دو کارگر جوان جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس در پی وقوع حادثه برق گرفتگی در ساختمان نیمه کار در رفسنجان کارگر 23 ساله‌ای به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. بر اساس خبری دریافت شده در تاریخ 24 مهر ماه یک کارگر کورپسخانه اهل بوکان دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. در یک حادثه آتش سوزی در منطقه عبدالآباد تهران 4 کارگر اهل افغانستان کشته و مصدوم شدند و در حادثه دیگر در سنندج یک کارگر ساختمانی جان خود را از دست داد. طبق گزارشات منتشره طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته نیز 27 کارگر در جریان سه حادثه جداگانه در شهرهای قم، تهران و سمیران کشته و مصدوم شدند. به عنوان معاون نظارت شورای شهر تهران، گودبرداری‌های غیر اصولی روزانه جان سه کارگر را می‌گیرد. این در حالی است که هر یک و نیم روز یک حادثه ناشی از گودبرداری غیر اصولی فقط در تهران رخ می‌دهد. آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی نیز حکایت از آن دارد که هر سال 1015 کارگر فقط در این گونه حوادث جان خود را از دست می‌دهند. بنا به اظهار مسئولان پزشک قانونی، آمار سوانح کار و مرگ و میر کارگران در محیط کار در سال 91 در مقایسه با سال قبل از آن 24% افزایش داشته است و این روند ادامه دارد. با این وصف می‌بینیم که یکی از بزرگترین ارقام تلفات و ضایعات انسانی ناشی از محیط ناامن کار در تولید سرمایه داری است. اگر جنگ یک باره هزار و هزارها قربانی می‌گیرد، اما کار و تولید تحت حاکمیت سرمایه داری به نرمی، آرام آرام اما به طور دائم و روزمره قربانی می‌گیرد. قربانیان و مصدومان این عرصه تنها زمانی که ابعاد غیر عادی پیدا کند، تا حدودی افکار عمومی را برمی‌انگیزد. واقعیت این است که کارگران نسل پی نسل قربانیان کار و تولید تحت حاکمیت سرمایه داری هستند. قدرت سرمایه در جان و رمق کارگران نهفته است. سرمایه نیرویش را از تن و پیکر کارگران بیرون می کشد. سرمایه برای آن که بماند باید با ولع بیشتری نیروی کار کارگر را بمکد. سرمایه داران در جنگ و رقابت با هم برای آن که خودشان به وسیله هم بلعیده نشوند باید هرچه بیشتر و شدیدتر کارگر را استثمار کنند. این قانون و منطق زندگی سرمایه است که قدرتش از هر قانون دیگری بیشتر است و هر مدیر و کارفرمایی از آن تبعیت می کند. حوادث و مخاطرات ناشی از کار، عدم ایمنی شرایط کار، مرگ ظاهرا تصادفی و بیشمار، از کار افتادگی ها و پیری زودرس، نقص عضو، انواع بیماری های مهلک ناشی از شرایط غیر بهداشتی کار، تنها جلوه هایی از رفتاری است که تولید سرمایه داری در حق کارگر می کند. روشن است که برای پایان دادن به مصائب سرمایه داری باید خود این نظام را از بیخوبان برانداخت. برای آنکه توده های انسانی قربانی کار و تولید سرمایه داری نباشند، باید به حاکمیت سرمایه داری بر کار و تولید اجتماعی پایان داد. باید حکومت کارگران تمام وسایل تولید را از دست سرمایه داران خارج کند تا پروسه تولید اجتماعی را واقعاً به پروسه انسانی و آگاهانه تبدیل نماید که نه تنها انسانها قربانیش نباشند، بلکه تماماً در خدمت رفاه، پرورش استعدادها و ساختمان زندگی انسانهای آزاد و برابر قرار گیرد. این پاسخ نهایی و تنها پاسخ قاطعی است که طبقه کارگر باید به فلاکت‌ها و سیه‌روزی‌های سرمایه‌داری و جمله شرایط ناامن کار و تولید در این نظام بدهد. اما تا وقتی که سرمایه‌داری حاکم است، تا وقتی که منطق سرمایه‌داری حکم می‌کند و سیه‌روزی کارگران باقی است، راه مقابله در همه جا همان اتحاد و نیروی طبقاتی متشکل و آگاه طبقه کارگری است که می‌خواهد این نظام ضد بشری را به گور سپارد.
واقعیت این است که کارفرمایان از سر سود پرستی و حرص و آزی که دارند، نه تمایلی به بهبود امنیت محیط کار دارند و نه نگران از دست دادن کارگران در نتیجه سوانح محیط ناامن کار هستند. تا زمانی که خروش انقلاب کارگران و مردم زحمتکش بساط رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری را در هم نپیچیده است، این مشکلات باقی خواهند ماند. بنابراین این خود کارگران هستند که باید به فکر خیش باشند و با اتکا به مبارزات متشکل و نقشمند خود کارفرمایان و دولت را وادار به تامین امنیت محیط کار خود بنمایند. اتحاد و نیروی طبقاتی کارگران تنها ابزار مقابله با تحمیلات نظام سرمایه‌داران و دولت آنهاست. در این زمینه، یعنی در زمینه کاستن از مخاطرات و صدمات و قربانیان کار و تولید سرمایه‌داری و تضمین ایمنی و بهداشت محیط کار و پرداخت خسارت به کارگرانی که در اثر این سانحه حالت می‌بینند نیز باید نیروی متحد و متشکل کارگران به کار بیفتد و مطالبات عاجل و فوری طبقه کارگر را به کارفرمایان و دولت حامیانها تحمیل کند. تامین ایمنی محیط کار هم مثل هر مطالبه دیگری تنها به ضرب مبارزه و همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه‌داران و دولت حامی آنان تحمیل می‌شود.